سلام سلام دوستان، همینطور که همتون میدونید رها کوچولو رفت، یه کوچولوی دیگه اومد. این کوچولو ولی داستانش بازم مشابه بقیه بچه‌ها. این دختر کوچولو که بازم دختره، با مادرش تنها زندگی میکرد. حالا نمیدونم برد خواهر دیگه چی شده، با مامانش تنها زندگی میکرد. متاسفانه با توجه به اون چیزی که دوستمون دید و بهم گفت، هر دوتا با هم تصادف میکنن. ببین چه صحنه وحشتناکی، هر دوتا با هم تصادف میکنن، مامانه در جا میمیره. این بچه رو دوستمون برمیداره، دستش شکسته بود و یه جای دیگه بدنش حالا زخمی بود، اونایی چی دستش شکسته بود، دستش رو جراحی کردن خوب شد. الان باز شده، یک کم دوره نقاهتش مونده که الان مهمون ما شده. این کوچولوی خوشگل، ببین الان اینو بگم، این بچه هم الان با توجه به اینکه مسافر برای 2 هفته دیگه برای آلمان داریم، برای آمریکا داریم، زودتر اگر خواهشن شرایطشو دارید بگید که این بچه هم زودتر بره و خوشبخت بشه. و اتفاقا هم میخواد بره تو اتاق رها کوچولو که قبل از اونم گلی کوچولو بود. انشالله که اون اتاق سبک باشه واسه همه بچه، هر کی میاد زود برن. فقط اینو بگم که داشتم به این موضوع فکر میکردم، خدا شاهده به جان عزیزم، به سرگذشت هر کدوم اینا آدم فکر میکنه، اصلا میتونه یک داستان به چطور میاد طرف نوحه میخونه برای چند هزار سال پیش، میشینن زار زار گریه میکنن. خدا شاهده برای داستان اینا هم همینطوری. یا یکم تصور کن، اگر تا تصور کردنی سخته، آقا مادر و دختر یه بچه کوچیک دارن، دوتایی با هم دیگه دارن میرن. حالا کاری ندارم گرسنن، مریضن، در به درن، بیچارن، کاری ندارم، دارن مادر و دختر دارن با هم میرن، یه ماشین میزنه به هر دوتا رو، در جا مامانه میمیره، دختره دستش میشکنه، حالا بیحال بود، دوستمون برش میداره، یتیم میشه، درد فلان اینا، اینطوری. رها کوچولو هم که داستانشو میدونید، دوتا خواهر از مادر جدا کردن، تو بیابون رها کردن که از گرسنگی یا بمیرن، یا ماشین بزنه بمیره، یا شغال بخوره، بالاخره یه بلایی سرشون بیاد. بعد خواهر کوچیکه یا بزرگه جلوی چشم اون یکی خواهر له میشه، با آسفالت یکی میشه. بعد که دیدید که داشتم نجاتش میدادم و اینا، الان خدا روش خوشبخت. خیلی داستانشون بده، خیلی سر، ما اصلا تصورش هم نمیتونیم بکنیم. یه اتفاقی برامون میفته، تمام فک فامیلا دورمون جمع میشن، بهمون دلداری میدن، در نهایت هم میدونیم که با کمک دیگران یا خودمون اون مشکل برطرف میشه. باز کلی ناله میکنیم، باز کلی درد داریم، باز کلی حرف برای گفتن داریم، باز کسی نمیتونه آروممون کنه. حالا شما تصور کنین بچه‌ها چقدر بدبختن، چقدر میشه واسه شون گریه کرد، چقدر میشه واسه شون عزا گرفت. حالا توکل به خدا، با امید روزی که شاهد چنین دردهایی نباشیم تمام بشه دیگه. و چقدر بدبخت، چقدر یتیم، چقدر رهایی، چقدر گریدن گوش دوم، چقدر اسارت، چقدر در تاریکی در طویله ها سگان نگه میدارن. دیدین دیگه احسان کوچولو اون یکی بچه اسمش یادم رفت، دیدین که دیگه چه جاهایی نگهش میداشتن. حالا حرف برای گفتن زیاده، بیایم همه با هم ایمان داشته باشیم، چون بالاترین چیز ایمان، دنیا هم داره میبینه ایمان ما چیست. ایمان داشته باشیم که به زودی نور و تاریکی پیروز بشه و همه با هم به روزهای خوب برسیم. قربونش هم به این کوچولو هم مهمون جدیدمون ببریم تو اتاق جدیدش. قربونت برم. بیا بیا قربونت برم. اینجا اتاق تو، اینم این اشمان بازی. بیا قربونت برم. نترس بابا جان، نترس. قربونت برم، هم کاملا خوب میشی هم خوشبخت میشی. قربونت برم. من میرم برات آب و غذا بیارم. اوخه جان 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 خوشگل. بیا اوخه نه بخواب دارم وسط آب و غذا میارم. بیا بابا جان، بیا 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 ببینم غذای خشک سزا رو ببینم چطور میخوری. بیا ببینم. اوخی ببین غذای خشک سزا چی آقه، اصلا نریخته میخواست بخوره. قدر شایده نریخته، آقا بوشم بهش نخورده بود. جنه ببینم بچه ها پرچم میبرم بالا. قربونت برم، بخور میشه جنت. اینم غذای خشک سزار، اینم دختر کوچولی ما، بخور فدت شم، بخور. قربونت برم جان جان، انشالله تو هم به زودی خوشبخت میشی. قربونت جانم جانم.
خیلی ببینم چقدر یتیم ما تو این کشور داریم، چقدر درد کشیده داریم. آقا حواستون هست تا زمانی که این یتیم ها و این درد کشیده ها هستن ما هم به آرامش نمیتونیم برسیم. ها آره میگفتم بعد تلفن صدا خورد مجبور شدم قطع کنم. آره دوستان تا زمانی که اینا باشه، آقا خواهشن دوست رفیق خانوم آقا حواستون باشه به محیط اطرافتون، ای بی تفاوت نباشید. به خدا اینا همه تاوان داره. شما نبینید الان این بچه جاش خوبه، عموم شده، درمان شده، فلان شده، اینا دردها کشیدن ها، بدبختی ها کشیدن ها. ای خدا به امید روزهای خوب برای همه موجودات دنیا. بخواب قربونت دارم، بخواب بابا جون، بخواب. ببینم چیکار میخواد بکنه. بچه جای خوب دیده تعجب کن. جانم خداحافظ خداحافظ.